به مردم شریف ایران نوید افتاری oh, درود بر شما به آوای ایران خوش آمدید. در این بسته خبری با شما هستیم با خبر مهمی که از تحلیل توافقات جدید رژیم با عربستان به دست ما رسیده. این توافق بیشتر از آن چه که ادعا می شود عمر کوتاهی دارد و صرفا یک مرهم موقتی بر زخم کاری است که انقلاب ژینا به رژیم زده. اما سرخط اخبار این ساعت توافق پر عربستان بر سر توافق با رژیم مله دوام نمی رژیم باید به سقوط سلام کند و سپاه باز هم کلاق را رنگ کرد و به جای قناری فروخت ادعای ساخت جت توسط تولید کنندگان در قابلمه دعوت میکنیم بیننده ی مشروح خبرها باشید لطفا پیش از تماشای ادامه ویدیو روی دکمه قرمز رنگ سابسکرایب کلیک کنید و عضو کانال آوای ایران شوید توافق پر عربستان بر سر توافق با رژیم ملاها دوام نمی آورد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند میانجیگری جمهوری خلق چین برای اثر گرفتن روابط سیاسی میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی پیام هشدار به ایالات متحده درباره نقش چین در خاور میانه است همزمان در اسرائیل اختلاف بین دولت و اپوزیسیون در مورد این توافق عمیق شده است علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی و مشاور امنیت ملی عربستان مساعد بن محمد الایبان با توافق برقراری مجدد روابط دیپلماتیک را امضا کردند یک مقام ارشد اسرائیل میگوید توافق بین ریاض و تهران برای اثر گرفتن روابط دیپلماتیک نتیجه ضعیف آمریکا غرب و دولت پیشین اسرائیل در قبال تهران است در همین ارتباط آکسیوس به نقل از این مقام ارشد اسرائیلی می نویسد ضعف آمریکا و اسرائیل باعث شده سعودی ها به دنبال راه های جدید باشند مقامات فعلی دولت بنیامین نتانیاهو این توافق را ناشی از ضعف دولت قبلی اسرائیل می دند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات این مقام اسرائیل به آکسیوس گفته ما متعهد به همکاری نزدیک با اسرائیل برای بررسی مشترک تهدیدات و فرصت پیشروی پیش روی اسرائیل و منطقه خاورمیانه از جمله مقابله با تهدیدات رژیم ایرانیم این سخنگو همچنین تاکید کرد که برای امنیت اسرائیل هیچ حامی بزرگتری از رئیس جمهور بایدن وجود ندارد در همین مقام ارشد اسرائیلی نیز میگوید نگران این نیستیم که توافق جدید عربستان سعودی و ایران مانع تلاش ها برای دستیابی به پیشرفتی شود که میتواند به عادی ساختن روابط اسرائیل و عربستان منجر شود وی تاکید میکند آنچه اهمیت دارد این است که پشت صحنه چه اتفاقی می افتد و نه توافقات دیپلماتیک روی صحنه این مقام گفت مواضع آمریکا و اسرائیل مهمتر از توافق بین عربستان و ایران است موضع غرب در قبال ایران شروع به تغییر کرده اما هنوز به اندازه کافی تغییر نکرده است طرفین توافق کرده اند ظرف حداکثر دو ماه روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت ها و نمایندگی ها را در کشورهای یکدیگر بازگشایی کنند مخالفان دولت نتانیاهو اما او را مقصر این اتفاق می دانند. به گزارش تایمز اسرائیل نفتالی بنت نخست وزیر سابق اسرائیل معتقد است توافق عربستان و رژیم ایران شکست تلاش های اسرائیل برای ایجاد اطلاف ضد تهران است وی نتانیاهو را مقصر معرفی کرده و میگوید که او با تمرکز بر اصلاحات قضایی تهدیدات رژیم ایران را نادیده گرفته یا این لاپید نخست وزیر پیشین اسرائیل نیز توافق جمهوری اسلامی و عربستان را یک تحول خطرناک دانسته و گفته که این توافق اسرائیل را از دیوار دفاعی منطقه خود علیه تهدیدات جمهوری اسلامی محروم می کند لاپید در توییتر نوشت توافق بین عربستان و ایران منعکس کننده شکست کامل و خطرناک سیاست خارجی دولت اسرائیل است. بنیگانس وزیر دفاع سابق اسرائیل نیز معتقد است نتانیاهو امنیت اسرائیل و شهروندانش را رها کرده است. از سوی دیگر کارین جان پیر سخنگوی کاخ سفید در واکنش به برقراری مجدد روابط دیپلماتیک عربستان و رژیم ایران موضع دولت آمریکا را چنین اعلام کرده است. ما از گزارش ها آگاه هستیم و از هرگونه تلاش برای کمک به پایان دادن جنگ در یمن و کاهش تنش در منطقه خاورمیانه استقبال می وی با اشاره به سفر بایدن به عربستان در ماه ژوئیه گفت تنش دودایی و دیپلماسی همراه با بازدارندگی از ارکان کلیدی سیاست پرزیدنت بایدن است و یکی از دلایلی است که او به منطقه سفر کرد این مقام آمریکایی در عین حال در رابطه با برجام گفت سیاست ما تغییری نکرده و تمرکز ما در حال حاضر بر روی برجام نیست و این توافق در دستور کار قرار ندارد روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی می نویسد به ویژه برای نتانیاهو این اخبار آسیب زننده بود زیرا به مدت چندین سال دو هدف اصلی سیاست خارجی او منزوی کردن رژیم ایران و عادی ساختن روابط با عربستان بوده است هرچند که مقامات و رسانه های حکومتی مطرح می کنند که توافق ایران و عربستان ضربه کاری به آمریکا و رژیم صهیونیستی است و حتی معتقدند که منجر به شکست سیاست های اختلاف افکنانه صهیونیست ها شد و همچنین آن را به نفع منطقه و جهان اسلام می خانند. اما در خود ایران بسیاری بر این باورند که این توافق دوام نخواهد آورد زیرا مجموعه دلایلی که هفت سال پیش پیش قطع روابط تهران و ریاض شد نه تنها همچنان پا برجاست بلکه در بعضی حوزه ها تشدید نیز شده است این واقعیت جدا از این است که عربستان سعودی عادی ساختن رابطه با بازیگر مهمی مانند اسرائیل در منطقه را فدای رابطه با حکومتی که با بحران مشروعیت در داخل و انزوای بین المللی در خارج روبروست نمی کند در همین ارتباط است که جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این توافق در توییتی نوشت و گشایش در امور خارجه و روابط بین الملل امری پسندیده و قابل تقدیر است اما گشایش در امور داخلی و آشتی با مردم بسیار پسندیده تر و قابل تقدیرتر تر است وی با توجه به همین بحران مشروعیت و نارضایتی های عموم مردم است که افزوده اگر در داخل گشایشی صورت نگیرد آشتی در خارج از مرزهای ایران اهمیت و تاثیر چندانی بر امید مردم نخواهد داشت حمید ابوطالبی معاون سیاسی ریاست جمهوری در دولت حسن روحانی نیز به سراحت گفته است مهمتر از توافق برای برقراری روابط دیپلماتیک حفظ است وی تاکید کرده موافقتنامه نامه همکاری های امنیتی بین تهران و ریاض سال 1380 امضا شد و مورد رضایت طرفین هم بود ولی افراط و تندروان و شعار مهوران اجازه اجرای آن را ندادند وی هشدار داده اگر این بار هم فقط به امضا و بازگشایی سفارتخانه بسنده شود به شاهد بحرانی شدن دوباره روابط فیما بین خواهیم بود. روابط جمهوری اسلامی و عربستان سعودی از آغاز پر از چالش و بحرانهای امنیتی بوده به طوری که توازن قوا میان آنها را دهه هاست به نفع ریاض به هم زده است. اما از آنجا که رژیم ایران ظرفیت برقراری تعادل را در عرصه های سیاسی و اقتصادی ندارد، همواره به سراغ گزینه های نظامی و ضد امنیتی و خرابکاری رفته که حمله به سفارتخانه های کشورها از نظر اجرایی آسانترین آنها و با پیامدهای پیش ناپذیر است ضمن اینکه حمایت تسلیحاتی از حوثی ها علیه عربستان سعودی و حملات ایزایی علیه زیرساخت های عربستان و شرکای این کشور و صادرات مواد مخدر از طریق حزب الله به عربستان مسائلی نیستند که با امضای توافق و گرفتن عکس یادگاری حل شوند سپاه باز هم کلاق را رنگ کرد و به جای قناری فروخت ادعای ساخت جت توسط تولید کنندگان در قابلمه مستعان رسانه های داخل ایران اعلام کردند که نمونه معیار تولید جت آموزشی یاسین صبح روز شنبه 20 اسفند با حضور محمد رضا وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رونمایی شد وزیر دفاع در آین رونمایی از این جت آموزشی گفت صنعت هوایی از سالها پیش اقدام به طراحی جت آموزشی یاسین کردند که امروز فروند دوم آن رو نمایی شد. ویژگی این جت آموزشی طراحی کاملا بومی آن است که موجب شده تا از این نمونه بتوانیم برای هواپیمای رزمی و پشتیبانی نزدیک نیز استفاده کنیم. اولین فروند از جت آموزشی یاسین 25 مهر 98 ساخته شده. در آن سال نیز رسانه های داخلی از رونمایی اولین هواپیمای جت آموزشی رزمی ساخت ایران خبر دادند. اتفاقی که روز شنبه نیز تکرار شد و رسانه ها این آین رونمایی را با تیتر ساخت اولین هواپیمای جت آموزشی معرفی کردند. امیر حاتمی وزیر دفاع وقت در آین رونمایی از آن اعلام کرده بود این هواپیما که می توان آن را با جت های پیشرفته آموزشی دنیا مقایسه کرد به دست متخصصان داخلی ساخته شده و از ایده تا تولید آن شش سال به طول انجامید خبرگزاری ایرنا در مورد تفاوت این دو فروند نوشته در ابعاد تخصصی و تاکتیکی نسبت به نمونه قبلی توسعه و تکامل یافته و دستاوردهای مختلفی داشته بومیسازی زیر سامانه های عمده ای مانند که کاملا بومی موتور و عرابه های فرود بخشی از توانمندی های به دست آمده در این فروند است امیر حمید واحدی فرمانده نهاجا نیز در این مراسم اعلام کرد که در گذشته آموزش خلبانان جت هوایی در خارج از ایران انجام می شد که به واسطه یه تحریم هایی که علیه کشورمان اعمال شده اولین جایی که تحت تاثیر این تحریم ها قرار گرفت این بخش بود که باعث شد نتوانیم آموزش ها را در خارج دنبال کنیم وزیر دفاع نیز با دفاع از کیفیت ساخت این جت آموزشی گفت قالب تجهیزات هواپیما بومی سازی شده و یقین داریم به عنوان هواپیمای پیشرفته می تواند هایی که به نیروی هوایی واگذار می شود را به خوبی انجام دهد و در کاهش مدت زمان آموزش و کیفیت آموزش ها موثر واقع شود. هواپیمای آموزشی نام نوعی هواپیماست که برای آموزش خلبانی، ناوبری هوایی، هدفگیری و تیراندازی هوایی به کار می رود. هواپیماهای آموزشی معمولا هواپیمای سبک با یک موتور پیستونی که دو صندلی برای خلبان و کمک خلبان دارند.